پس از حادثه 11 سپتامبر و متوجه شدن دنیا به افغانستان، بالاخره شب 7 اکتبر سال 2001 میلادی، ائتلاف بین المللی بر رهبری ایالات متحده آمریکا پایگاه های طالبان را در افغانستان هدف قرار دادند. بعد از آن زمان اگرچه تغییرات زیادی در زندگی مردم در افغانستان رونما گردیده، حکومت جدید به میان آمده و 14 سال با پیشرفت ها و عقب نشینی ها یک جا بود، اما ادامه فعالیت های طالبان مردم را هنوز هم نگران ساخته است. امرالله صالح رئیس قبلی امنیت ملی افغانستان از دست آوردها و پیشرفت های 14 سال اخیر ستایش می کند، اما از وجود طالبان خوشبین نیست. ما یک ناکامی داریم که امریکا نتانست فشار لازم بالای پاکستان بیاره و به او خاطر طالب شکست استراتژیک نخورد و زنده ماندن و تانستن از پناهگاه های پاکستانی خود پیشرفت های ما را و چالش بکشانند. اما شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان به این باور هستند که نبود هماهنگی میان حکومت افغانستان و ائتلاف بین المللی باعث شده است که افغانستان در 14 سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه نداشته باشد. نفسی عمل کردن قوت های نظامی خارجی ها در افغانستان بدون هماهنگی دولت افغانستان متاسفانه بزرگترین خیزش های مردمی و سوی تفاهمات به وجود آورد. امی بود که دولت مردای افغانستان چار خشم شدند. عدم صداقت دنیا و ضعف مدیریت حکومت افغانستان باعث ازی شد که نه زندگی مردم دوباره ثبات داشته باشه، صلح تامین شود. از سوی هم وزارت دفاع ملی افغانستان به این باور است که در کنار دیگر دستاوردها در 14 سال اخیر نیروهای قوی امنیتی ایجاد شده است. ساختن قوای مسلح ما همین 1,95,000 این یک دستاورد بسیار کلان است برای افغانستان. وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی به این باور است اگرچه هنوز هم جنگ در افغانستان ختم نشده، اما ائتلاف بین المللی برای مردمشان دستاوردهای خوبی داشته است. از او روز تا به امروز برنامه ای را که آمریکا برای مبارزه علیه تروریسم داشت در افغانستان ما میبینیم که پیروز نشد. آمریکایی ها به این امید بودند که ما القاعده را در افغانستان از بین میبریم و یک رژیم را در افغانستان میاریم که او بتانه الگویی برای تمام کشورهای اسلامی باشه. این ادعا را در ابتدا در سال 2001 اینا داشتن، هیچ کدام اونا تحقق پیدا نکرد. 14 سال قبل پس از داخل شدن نیروهای خارجی به افغانستان، اگرچه آنان با فرهنگ مردم افغانستان بلدیت نداشتند و بعضی خطاها را مرتکب شدند، اما 14 سال میگذرد که هنوز هم افغانستان به حیث میدان جنگ باقی مانده و برای نخستین بار طالبان توانستند شهر کندوز را تصرف نمایند. وحید الله فیضی، تلویزیون آشنا، کابل.